توضیح بدم، بعد یه نکته بهت بگم عجیب و غریب. این آخرین چارتی بود که من توی لایو امروز نگاه کردم، چارت جالبی هم بود. 5 دقیقه‌شو بچه‌ها گفتن اولین جایی که میتونستیم ترید بکنیم اینجا بود، زیر این وارد بشیم. حالا استاپلاس اینجا خیلی قشنگ هم میومد حرکت میکرد. حالا نهایتش اینه که کسی اینجا ریسک فری شده باشه، اما میشد سودم گرفت. حرکت اصولا به نظر من حرکت 400-500 دلاری بیت کوین یه چیز نرمیه و میشه روش حساب کرد. اما بعدش من این چارت داشتم دنبال میکردم، بعدش اومد این واکنش خیلی جالب بود برام. اومد یه جوری دو تا لو بالاتر زد، همسط زد، چون من میدونم قاعدتا یه عده‌ای تو همین سیستم خودمونو میگن اینجاها برگشت سلر میشن. من میدونم این بیشتر وقتا دامه، چون ما اینجا داریم میبینیم روند بازار رو داریم میبینیم، هنوز بر نگشته. حالا کم کم معامله داره برمیگه، داره سوینگ میزنه. ببینیم این سوینگ کجاست. من چارت اینجوری که شد اومدم تو M15. تو M15 دیدم به به چه خبره، یه دونه ناحیه همونجوری که گفتی اینجاست، خیلی قشنگ. اینم که تشخیص داده بودم کاملا قیمت اومد، یه ساختار رنجی و نگاه کن بازار داشت اولا از این بالا که خیلی قشنگ اومد تغییر جهت داد، ریخت، دوباره یه استاپ کرد، یه تستی کردیم پایینو. به نظرم کاملا با این کندل فیک شد، یعنی اگه موافق باشی به نظرم این کاملا داره نشون میده قدرت بایرا رو. نمیگه خرید بکن، اما میگه حواست باشه تو کف بایرا فعالن. کف کجا؟ کف اینجا، کف روزانه. خیلی زیبا حرکت کرد و نگاه کن چه اتفاقی افتاد، قیمت اومد، یه دونه از اون پولبک های ایدئال به ما داد. من میدونم قطعا هر کدوم از این کندل ها یه عده سلرن توش گول میخورن. من اینجا میدونم کف قبلا داستانشو دارم و در آمارشو دارم دیگه، قبلا مشخص رو چارت استانداردم و کاملا قیمت اومد، یه دونه لوز زد اومد بالا، یه های جدید ناحیه‌مونو تست کرد و دقیقاً موافقم اونجایی که باید در واقع وارد معامله شم. این مثال رو تو آلپری زدم دیروز، یکی از بچه‌ها گفت معمولاً تو بایننس خودم ترید می‌کنم، اما بچه‌ها اصولاً چند تا ایراد مهم دارن تو این زمینه بیت کوین، یا میگن مارجینامون اجازه نمیده وارد معامله بشیم، من میگم حجماتونو بیاریم پایین، یا اگه تو بازار دمویی یه ذره سرمایه تو یه دمویی باز بکن که بتونی معاملاتو بگیری، چون اینا فرصتای خوبیه، فرصتایی که مرتب تو بیت کوین ما داریم میبینیم، هر روز داریم اینا رو میبینیم و خیلی جالبه. این نکته اول. نکته دوم در مورد منیج کردن. منیج کردنش هم همونجوریه، یعنی من الان اینو بندازم، من چون تبدیل به سوینگش کردم، حالا راجع به نقطه ورودم میخوام صحبت کنم. قاعدتا باید نقطه ورودم اینجا میبود، اما توی با آلپری توی در واقع با بروکرا با مارجین دارا وقتی که کار میکنی، احتمالاً بعضی وقتا یه مفهومی داریم به نام اسلیپیج. اسلیپیج میخوری، یعنی اینجا اردرت یه دفعه میپره اینجا فعال میشه، کاری ندارم دستی میزنی یا پندینگ اردر احتمالش هست. این دقیقاً همون اتفاق افتاد. الان بیشتر نگرش داشتم ببینم سوینگش کامل میشه. فشار شدیدی الان داره میاد، کاملا یه فشار خیلی خوب و قدر داره رو بیت کوین میاد. ببینم معاملم ریسک فری، الان معامله من طبق محاسباتی که اون اول بود رو 1:3، اما واقعیت معاملم اینه که اوپن من اینجاست، معامله من الان داره نزدیک میشه به 1:2 خودش. یه دونه های اینجا میبینم، کاری که میکنم استاپلاس همو الان میذارم روی اینجا، چون میدونم اینجا دوباره کی پوینت همه، اگه بیاد بشکنه بره پایین در واقع حرکت کرده. توی بیت کوین کاری که من انجام میدم، اگه از کف و سقف انقدر خوب بتونم ترید بکنم، و یه دلیل خیلی جالبی هم داره که الان بهت میگم، خیلی جالبه،
وقتی ما معاملات رو دنبال میکنیم یه چارتو، این خیلی لذت بخش برام میتونه باشه. حرکت خیلی قشنگ اینجا انجام شده. من حرکاتی که قشنگ باشه ببینم، بیت کوین 1:3 رفته، 1:4 رفته، میام معمولا تایم فریم ها میبرم بالا. کاری ندارم چه حجمیه، کاری ندارم چه جوفرزیه، رو بیت کوین این کارو زیاد میکنم، چون بیت کوین حرکت که میزنه معمولا خیلی منظم نیست، میره بالا میاد پایین. یه حرکت میگم 500 هزار دلاری ما نرمال داریم براش، پس بنابراین وقتی داره حرکت میکنه میرسه اینجا. البته اصولش اینه که رو ناحیه بعدی که بالاست رو 1:4 ببندم، اما نگر میدارم چون معامله ام ریسک فریه و در حقیقت نگه میدارم ببینم اهداف بالاترش چه اتفاق میفته. این نکته بسیار مهم. اما یه چیز خیلی جالبتر توی بیت کوین اینه که خیلی از معاملات ما که انجام میشه این لذت بخش میکنه کارو. معاملاتی که انجام میشه، مثلا ما اینجا سلر بودیم، اون معامله میتونه برعکسش همون روز اتفاق بیفته. چرا؟ چون داریم جاهای مهم رو ترید میکنیم. خیلی از بچه ها از من میپرسن چرا علاقه داری سقف و کف ترید بکنی؟ فقط به خاطر اینه که مثلا چه میدونم وارن بافت میگه گرون بفروش ارزون بخر، یا فقط تو فلان کتاب نوشته. میگم به خاطر اینکه این حرکات و این تجربه ها رو زیاد دارم تو بازار، توی جهت رفته باش همراه بودم، یا چارتی بوده که معامله اول حرکت کرده من اون معامله رو ندیدم یا از دست دادم. اینجا اون موقع بچه‌هایی هستن که زیر بار اون فشار از دست دادن این حرکته، میگن دیگه تموم شد این حرکت، دیگه تموم شد، این دومی رو از دست میدن. حتی تو 5 دقیقه هم امروز بچه ها خیلی قشنگ، من لذت میبرم. من خودم 5 دقیقه بیت کوین به خاطر اسپردش حالا اینجا واقعا توصیه نمیکنم، اما 5 دقیقه بالای این هم ما ورود داشتیم، به نظرم خیلی قشنگه و جاهای خوبی هم در واقع معامله تیک پروفیت شده. من با اهداف بالاتر امروز انتخاب کردم، به خاطر اینکه یه معامله داشتم اونم روی بیت کوین، سعی کردم نگرش دارم دیگه. بازار رو اوورال وقتی بازار رو نگاه میکنم در واقع چیزیه که خیلی به ام کمک میکنه. ببینم الان مثلا USDCHF رو دارم میبینم، همچنان از لایومون چندین ساعت گذشتیم بالا مونده، نگاه کن تکون نخورده. و جالبه جایی که داره به من یه اطلاعات جالبی هم میده، این اطلاعات خیلی مهمه، این شدوها اینا خیلی جالبه، میتونه همون اتفاق این ور بیفته. حالا اتفاقی که رو بیت کوین افتاد دیروز اینجا افتاد رو USDCHF، اما اون حالت برای اون پیش نیامد، اون فشار کنه هیچ اشکالی نداره، همیشه این اتفاق نمیافته، بعضی وقتا این اتفاق میافته و ما آماده ایم برای اون تک لحظه ها دیگه. حالا این خیلی به انتخاب اون بستگی داره. انتخاب من مثلا نزدک، چارت نزدک امروز خیلی قشنگ با بچه ها صحبت کردیم، به نظرم فشار خونیش توی این یه تیکه بی نظیر بود، به خاطر اینکه خیلی از بچه ها گول خوردن اینجا سلر باشن. من حقیقتا اینا رو که دیدم، کندل بعدی تو شادو، کندل بعدی کجا، کندل بعدی دوجی، بایرا، سلرا کوچولو، بایرا، دوباره فشار سلرا رو نگاه تا کجا اومده، دقیقا اومده تا جایی که تست شده، قبلا بارها بارها تست شده و از اونجا نگاه کن، دقیقا همونجا از سقف. حالا اگه ما اینو ناحیه بذاریم واقعا زیبا میشه. اینو اگه ناحیهش رو ما بذاریم، زخامتش رو بذاریم، واقعا چارت قشنگه. حالا هر جوری هر کدوم اینجا واکنش رو میبینی، اون موقع دومی، خیلی از بچه اینجا میخواستم سلر باشن. من با توجه به اینکه این چند روز رو سهام بودم و خیلی بازارها جلوم، و البته چون معامله سهام کردم اون سهامم تو بازار نزدک، خب به تبع ذهنیتم اینه که بازار بره بالا دیگه، یعنی انتظارم اینه که بره بازار بالا. اصلا امروز نزدک رو حذف کردم، یعنی تریدش نمیکردم، اما به نظرم یه حرکت زیبای خوشگل اینجا اتفاق افتاد. میبینی چقدر قشنگ
این تو سقف بالاترین جاست، کلی شادو داره، شاید یه درجه یه پله پیچیده تر باشه از شارتی که رو بیت کوین بود، خیلی نرم و راحت تر بود. ما کم کم اونا رو انتخاب میکنیم، رو اونا مشرف میشیم، حواسمون به اوناست، به اون فورمیشن هاست، در واقع اینا رو هم کار میکنیم. این چیزیه که برگشت بازار، برگشت بازار فوق العاده است. برگردیم بیت کوین رو ببینیم. آره فعلا که داره به نظر میرسه داره تیزر میزنه، داره یه شادو میزنه. نواحی زیاد داریم، همونجوری که ناحیه بالا داریم این ناحیه پایین هم هست، بکن کجا شادو زده. فعلا نگرش میدارم ببینم چه اتفاق. یه چارتی که رو دو تا کنده، برای همین ما این بالا اصلا به بچه ها میگم خیلی هستن رو ناحیه الکی یه فورمیشن اینجوری میبینه میگه سل برم سل بزنم، خیلی یه دونه دو تا یک به یک ریسک فری میگیری، اما خیلی ارزش نداره. ارزش تو جهت روند. اولین جایی که مهمه ما یاد بگیریم که ترید بکنیم، بهترین جا اینه که خریدار باشیم روی کف، فروشنده روی سقف. اینجا بهترین جاه. سخت‌ترین جا هم هست، چون باید هم حرکت جهتدار یا به عبارتی شکست خودمون رو یاد بگیری و باید فالس بریک اوت هم یاد بگیری. خیلی پیچیده است اما شدنی. هر روز تو گروه این ور اون ور دارم میبینم تریدرهایی که این راه رو میرن و دیگه در حقیقت به نوعی کاملا گویاه. ببینیم حالا بیت کوین چیکار میکنه و